سلام، دوشنبه و سه‌شنبه 12 و 13 آذر 97، 3 و 4 دسامبر 2018 میلادی در مورد 5 موضوع امروز صحبت میکنیم. موضوع اول اینکه 80 سندیکای جهانی کارگری در نامه مشترکی با آقای خامنه‌ای خواستار این شدند که سرکوب کارگران متوقف بشه. پشتیبانی اتحادیه ها و سندیکاهای بین المللی از کارگران قهرمان نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز و سایر کارگران ایران امروزه باب شده و اتحادیه های مختلف همبستگی خودشون رو با کارگران ایران اعلام میکنن. کارگران هفت تپه بعد از پیروزی که 2 ماه حقوقشون رو پرداخت کردن، مدیرعامل عوض شد، منتظر هستند که فردا وعده دادستان محقق بشه و اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی هم آزاد بشن. کارگران فولاد اهواز کماکان به اعتراض خودشون راهپیمایی در سطح شهر ادامه میدن. شعارهایی مثل علیه ظلم و بیداد می جنگیم یا من کاوه یا آهنگرم تا به ستم نیاورم شعارهای جدیدی است که به شعارهای کارگران فولاد اهواز اضافه شد. در روز جهانی معلولان 12 آذر ماه دوشنبه، جمع بزرگی از معلولان به دعوت انجمن معلولان ایران جلوی سازمان برنامه و بودجه تجمع داشتند و از اونجا حرکت کردند به سمت مجلس شورای اسلامی. معلولان به درستی مطرح میکنند که در بودجه سال 98 هیچ بودجه برای معلولان پیش بینی نشده. این در حالی است که آقای نوبخت هم کوس بیچارگی و نداری رو زده و گفته که درآمدها در بودجه به 1/3 درآمد نفتی کاهش پیدا کرده. موضوع دوم این که روز جمعه مراسمی به مناسبت سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای در امامزاده طاهر کرج برگزار میشه. یاد مختاری و پوینده و سایر شهدای راه آزادی گرامی داشته میشه و بازماندگان دعوت کردند که در این مراسم در امامزاده طاهر کرج در 20 سالگرد قتل این نویسندگان و سایر روشنفکران تجمع برگزار بشه. میمنت حسینی چاوشی، پژوهشگر جمعیت شناسی در دانشگاه ملی استرالیا، در ایران بازداشت شده. اتهام او عنصر نفوذی بودن هستش و بعد از فعالان محیط زیست و فعالان مدنی، نوبت حالا به فعالان جمعیت شناسی رسیده. تلویزیون ABC امریکا خبر داده از اینکه خانواده های دو تابعیتی هایی که در ایران در زندان هستند نامه ای به وزارت خارجه امریکا نوشتند برای اینکه برای ایجاد فشار روی حکومت ایران ویزای فرزندان مقامات امریکایی ایرانی که در امریکا حضور دارن لغو بشن. از مقامات ایران دختر آقای لاریجانی در امریکاست، برادرزاده آقای روحانی، پسر خانم ابتکار و کثیری از مقامات که فرزندان و منصوبینشون در امریکا هستند. موضوع سوم این که امریکا از اروپا درخواست کرده که به تحریم ایران به دلیل برنامه موشکی و آزمایش موشک بالستیک میان برد بپردازه. همچنین به درخواست انگلیس و فرانسه امروز سه‌شنبه شورای امنیت سازمان ملل جلسه پشت درهای بسته خواهد داشت و به مسئله آزمایش موشکی اخیر ایران میپردازند که خلاف قطعنامه 2231 شورای امنیت. البته پاسخ ایران این بوده که امریکا حق نداره اعتراض کنه، برای اینکه از برجام
بیرون رفته و این قطعنامه به دنبال برجام در شورای امنیت تصویب شده. آقای ماتیس وزیر دفاع امریکا هم صحبت از این کرده که این آزمایش موشک بالستیک تهدید منطقه‌ای است و گفته رژیم ایران اصلاح پذیر نیست. البته در سوی مقابل سخنگوی ارتش ایران آقای ابوالفضل شکارچی به اعلام کرده که جمهوری اسلامی به آزمایش‌های موشکی خودش ادامه خواهد. والی پیشین فراه افغانستان اعلام کرده که در خراسان جنوبی منطقه‌ای به نام قاف ایران به آموزش و تجهیز طالبان می‌پردازه و عملاً افغانستان رو صحنه زد و خورد با آمریکا کرده با پشتیبانی از طالبان. ارتش اسرائیل هم اعلام کرده که تونل‌هایی رو حزب الله در شمال اسرائیل حفر کرده برای حمله به اسرائیل که اعلام کرده به جمع‌آوری اونها اقدام خواهد کرد و آقای نتانیاهو هم به وزیر خارجه امریکا آقای پومپیو اعلام کرد که دولت لبنان اخطار داده بشه که حزب الله رو که تهدید اسرائیل هست یا دولت لبنان جمع میکنه یا اسرائیل رأساً وارد عمل خواهد شد. اسرائیل بعد از حملاتش به مقر نیروهای سپاه و حزب الله و سایر دستاندرکارانی که ایران تجهیز میکنه به سوریه میبره و دیده که بی جواب میمونه و جمهوری اسلامی جرأت پاسخ دادن نداره، فشارش رو بر بخش‌های مختلف دیگری هم که جمهوری اسلامی پشتیبانی میکنه افزایش داده. گرجستان کشوری که ایرانی‌ها بدون ویزا به اونجا میتونند سفر بکنند هم از چند روز پیش شروع کرده به اشکال تراشی در ورود ایرانیان، مدارک رو میگه ناقصه و تعدادی رو از فرودگاه برگردونده یا بازجویی میکنه یا سختگیری میکنه. گفته میشه بعد از سفر آقای جان بولتون به این منطقه به خصوص با انتخابات اخیر گرجستان که رئیس جمهور جدید خواستار رابطه مناسب تر با امریکا و غرب هست، هم گرجستان و هم ارمنستان شروع به سختگیری نسبت به اتباع ایرانی کردند. موضوع چهارم این که در بودجه سال 98 که روز پنجشنبه به مجلس تسلیم خواهد شد صادرات نفت خام 1,000,000 بشکه در نظر گرفته شده که بیش از 1 تا 1.5 میلیون بشکه کمتر از صادرات قبلی ایرانه به دلیل تحریم ها و قیمت نفت هم 54 دلار در نظر گرفته شده که باز هم کمتر از وضعیتی است که در سال جاری بوده. و آقای همتی اعلام کرده که در بودجه سال 98 دلار رو بر اساس 5700 تومان به ریال تبدیل خواهند کرد که در حال حاضر با 4200 تومان تبدیل میشه. اگرچه این نرخ هم واقعی نیست و سیاست غلط ادامه پیدا خواهد کرد، دلار چند نرخه تداوم پیدا میکنه ولی باز هم بار تورمی بیشتری رو ایجاد خواهد. موضوع صحبت‌های خانم پروانه سلحشوری در مجلس که صحبت کرد از این که به دلیل چادر به سر کردن گردنش رو عمل کرده و دستش هم درد می‌کنه و بعد هم سیاست‌های حکومت راجع به حجاب ناموفق بوده و ترکیه بسیار موفق‌تر بوده، جنجال بزرگی رو ایجاد کرده و گروه‌های به خصوص اصولگرا و طرفدار آقای خامنه‌ای و سنتی تر حملات تندی رو به خانم پروانه سلحشوری در سایت ها و رسانه‌های خودشون آغاز کردن. اما موضوع آخر این که فرمانده نیروی دریایی ارتش
عنوان کرده که رهبری دستور دادن در اقیانوس ها حضور داشته باشیم. نیروی دریایی که گاهی کشتی ها از چند موتور تنها یک موتورش کار میکنه و به سختی خودش رو روی خلیج فارس و دریای عمان میکشه، معلوم نیست این حرف ها برای حضور در اقیانوس ها یعنی چی. سخنگوی وزارت خارجه ایران آقای قاسمی هم فرمودند که پلیس فرانسه در مقابل معترضین خیشتنداری کند. آقای رحیم‌پور ازغدی واعظ محبوب آقای خامنه‌ای هم فرمودند که من یک شب تا صبح آقای خاتمی رو نفرین کردم برای اینکه در امریکایشون گفته بود لینکن، ابراهام لینکن شریف بوده. اندکی صبر، سحر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به امید پیروزی ایران و ایرانی.